شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 صبح تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم، نگاهی به موضوعهای اجتماعی. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. با درود خدمت شما دکتر عزیز، صدای من رو دارید؟ درود بشو. بله بفرمایید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به من اختصاص دادید. خواهش میکنم. میخواستم در مورد رابطه ای که داخلش هستم و قصد اومدن مقصد این رو دارم که بیرون بیام با شما مشورتی داشته باشم. بفرمایید. اگه میشه لطف کنید شما سوال بپرسید، به خاطر که من داخل شما به من بگید شما چند سالتونه؟ من 28 سالم. دختر خانمی که مورد نظرتونه چند سالشونه؟ ما همسن هستیم، ایشون هم 28 ساله هستن ولی از یک کشور آفریقایی هستن. شما از کجا تلفن میکنی؟ من از یک کشور اروپایی، هلند خدمتتون زنگ میزنم. شما چه مدتی از هلند هستید؟ تقریبا 10 سالی میشه. شما فرزند چندم خانواده هستید؟ چند تا خواهر برادر دارید؟ من فرزند سوم خانواده هستم، دو خواهر بزرگتر از خودم دارم با فاصله 3 و 6 سال و یک خواهر با فاصله 3 سال کوچکتر و یک برادر با فاصله 10 سال کوچکتر دارم. بنابراین روی هم 5 تا هستید و شما سومی هستید. بله. به من بگید چی خوندید، چه میکنید؟ خب من تا وقتی که ایران بودم دیپلممو گرفتم و وقتی که اینجا اومدم دوباره شروع کردم به درس خوندن و اینجا تو حوزه تکنیک، شاید تو ایران میشد خوب میشد گفت که فنی حرفه‌ای، دیپلم گرفتم و بعد از اون شروع کردم به کار کردم. بعدا در قسمت برق و مکانیک در شرکت بزرگی به عنوان اپراتور الان نزدیک به 4 سال است که مشغول کار است. از اعضای خانوادهتون که کسی در هلند نیست هست؟ خانواده درجه 1؟ بله ما هممون هلند هستیم، من خواهرام، برادرام، پدرم و مادرم همه هلند هستیم. شما با اونا زندگی میکنید یا جدا هستید؟ نه خیلی، من به مدت 4 سالی میشه که تنها زندگی میکنم. بسیار خوب. این دختر خانم چی خوندن، چه میکنن؟ خب اگه میشه من در این مورد بیشتر توضیح بدم، به خاطر اینکه ایشون هم اومدنشون به هلند به صورت معمولی نبوده، اگه امکان باشه. حتما بفرمایید. ایشون هم تقریبا همون 5 سال پیش از همین کشور آفریقایی، حالا یا ماداگاسکار، به صورت یک چیزی هست اینجا بهش میگن اوپر که میشه کسی که از فرزندان مراقبت میکنه و میتونستن به عنوان 1 سال تو این کشور باشن و ایشون یک خانواده هلندی رو تو این کشور پیدا کردن و برای کار اومدن تو این کشور و تو همون 1 سال بود که ما با هم دیگه آشنا شدیم و بعد از اینکه ما با هم دیگه آشنا شدیم واقعیتش تقریبا 2 ماه آخر، یعنی 2 ماه مونده بود که ایشون ویزاشون تموم بشه و بعد برمیگشتن به کشورشون و بعد از اینکه ما با هم دیگه آشنا شدیم ایشون به من گفتن که دوست دارن اینجا بمونن، میخوان تحصیل بکنن و یکی رو پیدا کرده بودن که میتونستن که برایشون کار ویزاشون انجام بدن و به من گفتن که اگه میشه مثلا من آدرسم پیش شما باشه و من جای دیگه درس میخونم، فقط ویکندا اگه خاصی پیش شما میام، که من اون موقع قبول کردم و خیلی دوست داشتم که بهشون کمک کنم. تا اینجا سوالی هست یا من ادامه بدم؟ نه مسئله در اون باره ندارم، مگر لازم است بید. من فقط 2 تا سوال دارم. ایشون میدونید فرزند چند دوم هستن، چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یک مقدار خیلی وضعیت خانوادگیشون پیچیده است. ایشون شاید فرزند اول هستن از مادرشون و فرزند شاید هشتم یا نهم باشن از پدرشون و مادرشون خانم دوم پدرشون بوده. یعنی یه زنی که رفته ازدواج کرده با یه آدمی که 8 بچه داشته؟ بله، و فکر میکنم مادرشون با سن خیلی بالا بوده و الان مادرشون تقریبا نزدیک به 70 سال دارن و با حساب اینکه ایشون 28 سالشونه با همسن، فکر میکنم مادرشون در دهه 40 سالگی بودن که در دهه 40 اگر 80ن که 50 بودن. نه 70 هستن تقریبا. 70 هستن. اوکی. به من بفرمایید که ایشون که وقتی که اومدن که در کشور خودشون درسی نخونده بودن. ایشون توی کشور خودشون درس خونده بودن و مدرک حالا به هلندی چی میشد، ایشون یه مدرک لیسانس داشتن دیگه، لیسانس فکر میکنم در حوزه کامپیوتر بود. اوکی. حالا آیا ایشون سفید پوستن یا رنگین پوستن؟ ایشون قهوه‌ای هستن دیگه، یعنی سیاه نیستن ولی حالت قهوه‌ای هستن دیگه. اوکی. شما هدفتون این است که در هلند بمونید، درسته؟ بله، من هدفم این است در هلند بمونم. اوکی. خب حالا این تفاوت احتمالاً مذهبی، فرهنگی، محیط اجتماعی، نوع خانواده چگونه شما رو یه مقداری شبیه و مانند هم میکنه که شما فکر کردید میتونید با هم رابطه بلند مدت یا ازدواج داشته باشید؟ واقعیتش من همون اول هم که با ایشون آشنا شدم قصد اینو نداشتم، یعنی به ایشون هم گفتم که من قصد ازدواج ندارم، بیشتر دوست دارم که با یه نفر باشم که با هم دیگه بیرون بریم، بالاخره زمانمون با هم دیگه بگذرونیم، و قصد ازدواج نداشتم و تا همین الانم من هیچ وقت بهشون مثلا قول ازدواج ندادم. ولی فکر میکنم که با اینکه من خیلی هم بهشون تاکید کردم که نه من قصد ازدواج ندارم، ولی با مثلا با توجه به شرایطی که ایشون داشتن، من قصد داشتم که توی همین 3 سال تقریبا قصد داشتم که، یعنی چند باری واقعا قصد داشتم که به این رابطه پایان بدم، چون فکر میکنم که ما واقعا به درد هم دیگه نمیخوریم، چون ایشون یه مقدار مذهبی هستن، من نیستم، ایشون از یه کشور دیگه هستن و ما به زبان انگلیسی با هم صحبت میکنیم و زبانمون یکی نیست، فرهنگمون یکی نیست، ولی بیشتر به خاطر اینکه من هر سری میخواستم که مثلا به این رابطه پایان بدم، ایشون تو شرایطی بودن که یعنی واقعا یه احساس خیلی خوبی نداشتم، چون ایشون جایی رفتن نداشتن و اینکام، یعنی مثلا همون درآمد خاصی هم ندارن و میدونم که اگه مثلا من رابطه رو مثلا با ایشون به هم بزنم، ایشون واقعا جایی برای رفتن ندارن. یعنی چی؟ مگر شما مسئول بی خانمان ها هستی؟ شما اومدید در این دنیا، شما همیشه میتونید به آدما کمک کنید اگر میتونید، ولی شما نمیدید به خاطر اینکه آدما محتاجن باشون رابطه داشته باشید یا همخونه بشید یا ازدواج کنید، به شما چه مربوطه؟ برای یه آدمی که در 28 سالگی اومده توانایی اداره کردن خودش رو در یک کشور کاملا پیشرفته ای که به مقدار زیادی حداقل‌ها رو برای همه فراهم میکنه رو نداره، به شما چه ارتباطی داره؟ مگه شما مأمور آتش نشانی هستید که آتش گرفته برید خاموشش کنید؟ آخه بعد خودتون میفرمایید که به این نچرسید به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید. خب مسئله ازدواج رو که با مسئله نمیشه مخلوط کرد. ما همیشه عرض کردم شما میتونید هر کاری برای هر کسی بکنید، اصلا نصف حقوقتون هم به کسی بدید، من حرفی ندارم، نصف وقتتون هم بدید، ولی در این نداره که وارد حوزه و حریمی بشید که اصلا دلائلش چیز دیگه است، هدفاش چیز دیگه است، و در طول زندگی با موضوع و مسائلی روبرو میشید که همه این تفاوتهایی که شما بهش اشاره کردید منم میتونم حس بزنم، کاملا میتونه به عنوان یه زمینه‌ای برای واقعا دردسر و گرفتاری و حتی مشکلاتی باشه، مخصوصا اگر به دنبال اون فرزندانی هم بیان همه چیز رو خراب کنه. ما که تو مسئله ازدواج قرار نیست به نوعی سازش کنیم و یا بگیم این اگر بره خب بره یه جایی در یه کشوری مانند هلند که احتمالاً آدمی که حاضر باشه کار بکنه روزی 8 ساعت 10 ساعت بی خانمان که نمیشه، و بره یه جایی ممکنه شرایطی که با شما داره رو نداشته باشه، ولی این سبب میشه بدن شما به ایشون و ایشون به شما آسیب بزنه. با گذشت زمان اوضاع
بدتر بشه. ولی در این گونه موارد کاری رو که نمیخوایم تموم کنیم، نمیتونیم تموم کنیم، نباید تموم کنیم رو نباید اصلا شروع میکردیم. ولی شما میفرمایید چون از اول به هم گفتیم یا متوجه شد که ما یه رابطه موقت گذرا داریم و در پشتش تعهد و قراری نیست، خب اونو میتونم بفهمم، اونم در این کشورها. ولی قرار نیست بعداً به این بهانه، نه دلیل، بهانه یعنی excuse it's not reason، به این بهانه شما همجوری تو این رابطه بخواید بمونید که اگر من برم اون مشکلات پیدا خب بکنه و بره مشکلاتشو حل کنه. بعدم عرض کردم اگر در یه کشوری بود که از گرسنگی میمرد و هیچ امکانی نبود، در یه کشوری مانند هلند یه حد اقلای برای همه از طریق بخش دولتی فراهم هست و با اون همه میتونن زندگی کنن. خب من این صحبت های شما رو گوش کردم و من واقعا الان وقتی گوش میکنه الان از طریق یوتیوب هم شما رو من همیشه گوش میکنم، صحبت های شما رو زیاد شنیدم و آدم وقتی گوش میکنه واقعا حق به شما میده، ولی خب زندگی مقدار متفاوته. اصلا متفاوت نه، اصلا متفاوت نیست. وقتی کاری غلطه غلطه، وقتی کاری بده بده، کار بده. یعنی چی؟ شما دارید یه نوع ارتباطی برقرار میکنید که اصلا صلاح شما صلاح او هم نیست در بلند مدت. اصلا شما اون متوجه بشه یا اینو بفهمه یا بپذیره یا از حالا بدونه که علت که این آدم با من ازدواج کنه به خاطر اینکه من اینقدر ضعیف و درمانده هستم که اگر راهم کنه من از پا در میام. این چه نوع ازدواجی است که اساسش بر برابری، بر آزادی، به جهت رشد و پیشرفته؟ نه اینا تفاوتی از نظر تئوری و عمل وجود نداره. اینا تئوری یه برداشتی است از واقعیت ها و بنابراین اینا رو نمیشه بهانه کرد. خب شما یه تیپ روانی دارید که اونجا گیر و گرفتارید. یعنی شما فرض کنید با وجود اگر اشتباه نکنم خواهرای بزرگترتون، بعدن تعداد بچه‌ها، جایگاهی که دارید، یه مقداری احساستون این هست که من حالا اگر به آنچه که خواستم، احتیاجم، آرزوم نرسیدم ولی یه کاری نکنم که آدمای دیگه مثلا ناراحت بشن یا غمگین بشن. دقیقاً. خب به شما مربوط نیست که مسئول هستم. خب اصلا چرا مسئولی؟ مسئول هستم خب در رابطه با چیزی که قولی ندادم، در رابطه با چیزی نه، که مسئول نیست. نه مسئول نیستید. اونم ببینید عزیز، اصولا مسئله آدم مسئولیت همیشه بحث اینه که درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت. مسئولیت بین 1 تا 100 و مهم اینه که شما مسئولیت مناسبتون 7 یا 50 یا 90. به همین جهت است که مسئولیت بر اساس قضاوت و نظر من مشخص نمیشه. من همیشه عرض کردم مسئولیت مثل درجه حرارت بدنه، 37، 27 و 47ش میکشه. بیش از حد مسئولیت گرفتار بیماری، کمتر از حد مسئولیت گرفتار بیماری. من نمیتونم اونو بهانه کنم. من مسئول چیزی نیستم. وقتی که به من مرتبط نیست و قواعد اینو نشون میده، اصول اخلاقی اونو نشون میده، حتی نظام ارزش‌های جامعه نشون میده، حتی قوانین نشون میده. وقتی که نه اخلاقیه، نه یعنی من مسئولیت اخلاقی و انسانی و حقوقی و قانونی ندارم، من که نمیتونم برای خودم مسئولیت بتراشم. و بعدم تازه اصلا ایشون هم یه مسئولیت داره که وارد این رابطه شده. ایشون هم که قرار هست که کسی رو انتخاب کنه که به مقدار زیادی مطمئن باشه در مسیری که میخواد بره شما باش همراه هستید و او هم میتونه در انتخابش اشتباه کنه طور که شما اشتباه کردید. ولی تو این گونه موارد، مخصوصا تا زمانی که اتفاقی نیفتاده، تا زمانی که شرایطی مثل داشتن بچه وجود نداره، که آدم ها قرار نیست خودشون رو وظیفه مند یا مسئول یا متعهد به چیز بگیم که من بگم من مسئولیت دارم برای همسایم که آیا پول آب و برقش رو داده یا نداده. آخه این برخی از اوقات بیش از حد مسئول بودنه هیچ معنایی نداره و نشانه خوبی و محبت و مهربانی نیست، نشانه اشکال و اختلال در زمینه‌های شخصیتی منه که توان اینو ندارم که به چیزی که درست نیست، مفید نیست، در بلند مدت نه تنها به ضرر من، به ضرر طرف مقابل هست، بگم نه. ما باید یاد بگیریم اونجا که باید بگیم نه، بگیم نه و نمیتونیم راه. خب فکر میکنم به اینجا رسیدیم که من آدم واقع بینی نبودم و کاری رو که نمیخواستم تموم کنم و شروع کردم.
الان بعد از 3 سال که ما تو رابطه هستیم، من واقعا به اینجا رسیدم که میخوام این رابطه رو پایان بدم. ولی الان سوالی که برام، یه دو تا سوالی که برام مطرح شده اینه که آیا من مسئول هستم، مسئول یا حالا نمیدونم دقیقاً چه اسمی روش بذارم، اینکه بعد از اینکه من رابطه رو با ایشون تموم کنم باید بهشون کمکی بکنم؟ هر وقت دلتون خواست و امکانشو دارید، من هیچ مسئله‌ای با کمک کردن ندارم. هر کسی که بتونه به کسی کمک کنه مشروط بر اینکه کمک مفید باشه. برای که ببینید عزیز، یه مقدار مطالعات نشون میده حتی 60-70% کمک های ما با دیگران به جای اینکه مفید باشه مضر، برای که از کار انداختن اون هاست و خیلی مسئله دیگه. اونو من نمیدونم. بعدم برمیگرده به اینکه امکانات شما چیه، در چه حدی شما باید به هر حال، چون مثلا برمیگرده به مسئله مالی، چون قرار نیست شما کار دیگه بکنید، مسئله پول و اونم معمولا قرار هست که کوتاه مدت باشه و تمام بشه، برای که بعدا نه کسی در زندگی او نه کسی در زندگی شما یه همچین چیزی رو نمیتونه بپذیره که شما فرض کنید 3 ماه دیگه با یه خانمی آشنا بشید بعد بگید من به یه خانم دیگه مثلا برای اجارش کمک میکنم. یعنی اینا هیچ کم، اینا مواردی است که همطور که میدونید no friendship after relationship، یعنی بعد از یه رابطه قرار هست دوستی وجود نداشته باشه، کار دستتون میده. برای کوتاه مدت میتونید، حتی میشه فرض کنید، مثال عرض میکنم، یه جایی رو برای ایشون اجاره کنید، 3 ماه قبلش یا 6 ماهش رو بدید، بقیهش به عهده خودش بگذارید. از اون گذشته او باید بتونه، یه دختر 28 ساله باید بتونه رو پای خودش بایسته و زندگی کنه. اونم گفتم در یک، حالا یه جایی بود که هیچ حداقلی نبود، ولی در اونجا حداقل هست. بنابراین شما دنبال هم ذهنیت خودتون هستید، هم مسئله یه مقدار بازی و بهانه است. حالا ازتون یه سوال دارم، دو تا چیز خیلی خوب این خانم چیه؟ خب دو تا چیزی که خب من از همون اول که این رابطه رو شروع کردم، واقعیتش مثلا بیشتر به خاطر این واقعا اینجوری نبود که من خیلی ازشون خوشم اومده باشه و بخوام با ایشون باشم. بیشترم که تو این 3 سال، یعنی من واقعا همون سال اول و همون چند ماه اول دوست داشتم که به این رابطه پایان بدم. ولی با توجه به اینکه بالاخره همین چیزی که شما در مقابل من حد زدید، این که من خودمو همیشه مسئول میدونم و مسئول علکی میدونم، چون که یعنی من واقعا مسئول نیستم، به قول شما من آتش نشان نیستم که هر جا آتش باشه من میخوام برم خاموش کنم. ولی با توجه به اینکه ایشون همون اول، یعنی بعد از 2 ماه از اون خانواده هلندی جدا شدن و جای برای رفتن نداشتن، من گفتم که من مثلا میتونم یه مدت با شما باشم تا جای پیدا کنم و 2 ماه همانا مثلا تا 3 سال همانا. خب آخه اینا درست نیست دیگه ازم. ببینید، نه آخه ببینید، ما چرا عرض کردم خدمت و محبت یه مسئله است، خیانت یه موضوع دیگری است. بدترین خیانت که پدر مادر به بچه ها و یه حتی کشوری میتونه مردمش بکنه از کار انداختن اون مردم. یعنی ما به این آدم نگیم که زندگی سخت و مشکله و تو باید به مرحله خودکفایی سلف سفیشنسی برسی و کمکش کنیم تو اون مسیر، یا آموزشه یا پیدا کردن اینکه من. بعدم کوتاه مدت گفتم همیشه میشه این کار کرد، ولی وقتی که بازی و بهانه است چی؟ بعدم بسیاری از اوقات ما در ارتباط با مردمانی هستیم از یه فرهنگی و یا فرد به عنوان یک هویت و شخصی جدا که اصلا تخصصشون در آویزون شدن به یک کسی و مسئولیت رو گردن یک کسی دیگه است. مانورهای مختلفی هم براش داره، یعنی از ده ها راه به راحتی میشه به آدم ها چسبید و برای که این نوع زندگی رو انتخاب کردن. من کسانی رو میشناسم که ای بسا تمام عمرشون کار نکردن، چه زن و چه مرد، ولی از طریق دیگران و یه بازی با یه کسی فرض کنین هزینه های زندگیشون رو پرداختن. خب در اینجا شما با چی روبرو هستید؟ بزرگترین خیانت رو اون آدم به خودش و کسانی که او رو به اینجا رسوندند و بعدن کسانی که دارن ادامه میدن نسبت به این آدم میکنه. در که شما میدید ما در دنیایی هستیم که رشد ما، سلامت ما، خوشحالی ما، شادی ما، لذت ما، رضایت ما برمیگرده به دانایی و توانایی اون برای زندگی. برای بسیاری از اوقات نمیخوام بگم ما مسئولیم، ولی ما داریم به اون روند کمک میکنیم. فرض کنید یه آدمی از کار میکنه، به دنبال یه کار دیگه یا همون کار رو پیدا کنید. اگر نه، گفتم الان شما در یه محیطی مانند هلند به شما میگن بیاید یه دوره آموزشی بگذرونید 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه، 1 سال،
که میتونید حقوقی دو یا سه برابر قبلی داشته باشید. خب یه آدمی که نمیره خودش رو به مرحله خودکفایی برسونه و برای خودش آزادی و استقلال قائل بشه، زنجیرهاش رو پاره کنه، من و شما با زنجیرهای او رو به دوش بکشیم به هر دلیل و بهانه‌ای. بنابراین خواستم با شما یه گفتگویی بکنم، چون برخی از اوقاتم خب یه دلایلی هم اینجا اونجا وجود داره، ولی یادتون باشه که ما در دنیایی هستیم که وقتی یه کاری میکنیم خیلی از اوقات هزینهش انجام اون کار نیست، محروم کردن خودمون هست از همه کارهای مهم و خوب دیگه. یعنی الان که شما روی خط هستید، شما نمیتونید ورزش کنید، شما نمیتونید کتاب بخونید، بنابراین هزینه گفتگو با من فقط وقت شما و پول تلفن شما نیست. هزینه گفتگو با من نتوانستن شماست برای خوندن کتاب یا برای ورزش کردن که خوب و مفیده. ولی خودتون درگیر نکنید عزیز، دنبال بازی و بهانه نگردید. اصلا مسئله مسئولیت مطرح نیست. برای تو این گونه موارد شما با یه آدم بالغی همون در حد سن خودتون روبرو هستید. حالا اگر شما 20 سال از او بزرگتر بودید یه بحثی بود، خودتون هلندی بودید، اون یه پناهنده بود، یه میشد یه حرفای در کوتاه مدت زد. ولی یه آدمی باید بره 60 سال دیگه زندگی کنه، شما میخواید باز 60 سال دیگه آویزون کسی دیگه باشه؟ و بعدم این آدم چگونه حتی انسانی، همسری و مادری برای بچه هاش میتونه باشه؟ کسی که در حقیقت پیامش اینه که تو فقط کافیست یه فردی رو پیدا کنی که بتونی قلابش کنی و حالا ازش استفاده و سوء استفاده کنی و اون زمانم که لازم شد دست به مانورایی بزنی برای که بتونی به چیزی که میخوای برسی. این دنیایی من و شما داریم که امروز به این نتیجه رسیدیم. درستش اینه که در حالت عادی ما 8 ساعت کار بکنیم، 8 ساعت زندگی کنیم، 8 ساعت هم خواب است و بقیه چیزا، یعنی این تقسیم در همه جا میشه. مهم هم نیست که شما در چه وضعیتی هستید. خب این میتونه 2 ساعتی کم و زیاد بشه با توجه به شرایطتون، ولی اینکه یک کسی یه جوری وانمود کنه که من از عهده زندگی خودم برنمیام، حالا تو باید این کارو برای من بکنی، نه، این همون ماجرایی است که فرض کنید مادر ایشون هم رفته با کسی ازدواج کرده که 8 بچه داشت. کاملا پیداست یه بازیه، نه ازدواج نه خانواده است، بلکه یافتن یه کسی است که مثلا بتونه از ما بر اساس نیازمون مواظبت و مراقبت کنه. علت این همه تاکید من این است که شما از این ذهنیت محدود خودتون بیاد بیرون. معلومه شما با یه کسی 3 سال بودید، خاطراتی دارید، روابطی دارید، روزها و ساعتهای خوب و خوشی داشتید، ولی ما اینگونه نمیتونیم زندگی کنیم. من نمیتونم درس نخونم بگم ترجیحم اینه که برم توی فرض کنید باغ و تو خیابون بگردم. زندگی جدی تر از این هست. یه دنیایی هست که هنوز تو 8 میلیاردش ای بسا 2 میلیاردش معلوم نیست فردا نهار یا شامی و یا امشب سرپناهی داشته باشن. در این همچین دنیایی که همچنان مردم برای زنده ماندن و زندگی کردن باید تلاش کنن، که دیگه نمیتونن آویزون یک کسی دیگه باشن و ما فکر کنیم داریم ایشون خدمت میکنیم و بعد از این طریق نشانه خوبی ما یا مهربونی ماست، نه. من عرض کردم چرا میگم بچه حتی 10 ماهه، حتی بعضی از وقت بچه های باهوش کمتر میتونن 10 ماهه کمکشون کنیم، اونام کمک کنن مثلا جورابشون از پاشون در بیارن و هر کاری رو که بچه ناقص، غلط، با تأخیر انجام میده رو باید کمکش کرد انجام داد، چون بدترین خیانت پدر و مادر از کار انداختن بچه هاست و درست در خصوص ارتباطات انسانی هم همینه. به همین جهت هست که پیشنهاد من این است که اصلا به این موضوع فکر نکنید. فکر نکنید شما کاری میکنید مخالف اصول اخلاقی یا انسانی یا به هر حال یک کسی رو که باید کمکش کنی کمکش نمیکنی. نه، من هیچ حرفی برای کمک کردن خارج از اینکه ما حالا کنار هم بمونیم رو، کمک مالی به صورت محدود، هر کار محدود ولی موقت و تمام بشه بره، برای که او باید آزاد بشه شما آزاد بشید. حالا یه سوالی به حاشیه است، خانواده شما راجع به این رابطه نظرشون چیه؟ خب سوال شما خیلی جالبه. من در این 3 سال با توجه به اینکه مثلا فاصله جایی که من زندگی میکنم با خانوادم دوره و من بیشتر میرم چه خانوادم، تا حالا مثلا با خانواده من آشنا نشدم.
و واقعا این نشون میده که چقدر شما مفتخر و سرافرازید به این رابطه. بنابراین عزیز یعنی این مطلب روشنه، روشنه دیگه. فقط به صورت دوره میخواستم، مثل یعنی واقعا اگه یه مثلا دوست یا یه همزبون یا یه رفیق مثلا می بود، من اصلا مسئله ندارم، مثلا وقتی اعلام عزیز من، ولی الان ما میریم رسیده که احساس میکنم گیر کردم. ایشون هم نه گیر نکردی شده و خب شده که شده. ایشون یه برنامه‌ای چیده، یعنی مثلا یه وقتایی مثلا من از یکی از دوستاش شنیدم که مثلا گفته که ما نامزد کردیم. خب مثلا من بهش گفتم ما نامزد نکردیم، یعنی همین ایشون اصلا کارت این کشور رو نداشتن و مثلا من مثلا کمک کردم داخل دنبال کاراش، از رو مثلا پاسپورت آیدی خودم برایشون مثلا پاسپورت آیدی گرفتم. ولی یعنی واقعا بهش هم گفتم من اینو برای هر کسی که اگه از میتونه، یعنی به من ضرری نمیرسه، میتونستم کمک کنم میکردم. تو این چه نباید فکر کنی که تو مثلا اون مثلا به من داری. خب من فقط این کار به عنوان مثلا که دو تا دوست هستیم انجام میدم. ولی عزیزم اینقدر این نگاه آشناس کرد نداره. بسیاری از مردم هستن که آنچه که نه حقشونه، نه خوبه، نه درسته، حتی نه برای خودشون نه برای شما، رو با بازی و سیاه بازی از شما میگیرن، تازه بدهکارتونم میکنن، تازه باید معذرتم بخواید. نه بازی چه نشید عزیز، بازی چه نشید. این که ایشون وابسته شده، خوب شده که شده، باز نشه. اصلا عاشق و شیدا شده. شما که نمیتونید اگر کسی جلوتون اومد تو خیابون گفت یا با من ازدواج کنی من خودمو میکشم، پیشنهاد این است که لطفا خودتون رو بکشید. شما که خرم نیست، خب بیا من با تو ازدواج میکنم. آخه تموم شده عزیز، من باز جمله‌مو تکرار میکنم، هر کاری میخواید بکنید بکنید، ولی هیچ ارتباطی به زناشویی و همسری نداره. این موضوع علل و عواملش و یا هدفها و جهتهاش کاملا چیز دیگری است. ولی متاسفانه چه میشه کرد که ما برخی از اوقات برای که فقط خوب به نظر برسیم و برای اینکه کمی هم دیگران رو گرم کنیم، خودمون رو میخوایم با آتش بکشیم. نه خودتون آتش نزنید که دیگری گرم بشه، بذارید دیگری بره یه فکری برای سرما بکنه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. خیلی ممنون، وقت شما رو دادید، تشکر. خواهش میکنم، موفق باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام، صبحتون بخیر آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من از یک از کشورهای اسکاندیناوی تماس میگیرم و دلیل تماسم هم به خاطر مشکلی که با دختر 12 سالم دارم. یه خورده از خودم میگم، اول من خودم 41 سالمه و همراه همسرم توی این کشور حدود 22 سال زندگی میکنیم. همسرم مدرک لیسانس مکانیک داره، من خودم 2 تا لیسانس دارم توی کامپیوتر و الکترونیک. همسرتون چند سالشونه؟ 47 سالشه. یه دختر 12 ساله دارم، یه پسر 9 ساله که هر دوتاشون هم اینجا توی این کشور به دنیا آمدن. مشکلی که با دخترم دارم الان حدودا 2 ماهه، یه دفعه از به قول معروف نمیدونم اسمشو چی بذارم، ولی خب اینجور شد که اصلا از این رو به اون رو شدیم. بچه شروع کرد به اینکه از خودش بدش میاد، اصلا از همه چی خودش بدش میاد، از صورتش، هیکلش. بعد خیلی دوست میگه منو هیچ کس دوست نداره، من دوست دارم جزء بچه های فیمس مدرسه باشم. و شروع کرده به اینکه دست خودشو با چاقو خط میندازه برای خودش. مثلا من میبینم بعض موقع که موبایلش رو چک میکنم، میبینم خودش برای خودش مسیج میفرسته، با خودش درد دل میکنه، میگه که هیچ کس منو دوست نداره، من لایق این نیستم که زنده باشم و باید میمردم اینا. بعد من قبل، یعنی حدودا 6-7 ماه پیش، به خاطر خیلی آروم بودنش و اینا، خیلی آروم بودن و مشکل کمیکیشن داشت با دوستاش و اینا، وارد یه پروسه شدم که کمک بگیرم از روانشناس بچه. الان بعد از باید یه سری فرمای پر میکردیم و یه سری جاهایی میرفتم اینا، الان بعد از 6 ماه این پروسه تموم شد و من هفته دیگه اولین جلسه رو دارم که با
روانشناس بچه ها داشته باشم. منتها این اکورات این پروسهی که هست، اینکه خودش رو شروع کرده با چاقو خشم داده رو دستش و فکر خودکشی میکنه و خودش از خودش بدش میاد و اینا، الان یه 2 ماه شروع شده که من راستش خیلی مادر سختگیری هم اصلا نیستم. همه میگن که خیلی هم آدم ریلکسی هم که اصلا سختگیر نیستم اینا. بعد حقیقتش نمیدونم کجا را اشتباه کردم. نه سب کنیم، دنبال بحث کجا اشتباه اینا نه، بیاید بریم سراغ، چون شما یه اشاره‌ای کردید به گونه‌ای که شما پیام رو دادید، اون رو لطفاً شاید تصحیح بکنید یا توضیح بدید که این بچه خوب بود، همیشه درست بود، یه دفعه اینجوری شد. ولی بعد اشاره کردید که برای یافتن دوست و ارتباطات مسئله داشت. یه کمی به من بفرمایید. این بچه از وقتی که کوچیک بود خیلی توی خودش بود. من یک دفعه دیگه قبلا با شما تماس گرفتم در این مورد صحبت کردم، اینجور بود که خیلی تو خودش بود و اینا، که یعنی براش مشکل بود، دوستای خودش رو داشت وقتی مدرسه میرفت، ولی دوست نداشت جلوی کسان دیگه، مثلا جلوی معلمش و کسانی که نمیشناخت دوست نداشت صحبت بکنه. اصلا دلیلی که ما شروع کردیم با روان، یعنی اون پروسه رو شروع کردیم که بخوایم تقاضا بدیم برای روانشناس بچه، همین بود، چون میخواستیم اون یه مقدار راحت تر با بچه های دیگه، با کسانی که نمیشناسه ارتباط برقرار کنه. ولی اون دوستای خودش رو قبلا داشت، یعنی تو مدرسه که میرفت با دوستاش بازی میکرد، برای سخت بود با جاهایی که غیر آشناس بره یا جایی که شما صبر کنید. اولا به من بگید تو 3 سال اولش، تولد تا 3 سالگیش موضوع و مسئله خاصی باش داشتید یا نه، هر جمله خوابش یا تغذیه، خلاصه نمیخوام، و 3 سال اول اینا با تفکیک بشه. یا 3 سال اولش خوابش که همیشه خیلی بچه سنسیتیو، یعنی خیلی مشکل داشت برای خوابش، کوچکترین صدایی اونو از خواب بیدار میکرد. توی 3 سال اول اینجور بود که باید همه چی همیشه آروم میبود تا این بچه بگیره بخوابه، به طوری که ما حداقل بیرون رفتن اینا داشتیم که دور برش آروم باشه یا جاهایی که میرفتیم. بسیار نه متوجه شدم، نه خواستم خلاصه بفرمایید. بین 3 تا 6 سالگی آیا تغییرات دیگری داشت یا نه، مثلا با اومدن برادرش؟ نه، ما توی این مورد خیلی حواسمون بهش بود و همون موقع وقتی که برادرش میخواست بیاد، ما یه نفر مثل کمکی آپر از یک کشور دیگه آوردیم که کمک من مواظبت کنه از بیبی، و ما بیشتر وقتمون رو با این بچه میگذراندیم که این مشکله. ولی این مشکل این که مشکل داشته باشه این با آدمای غریبه یا با آدم، یعنی خودش تصمیم میگه با کی دوست داره حرف بزنه یا با کی دوست داره بازی بکنه، این مشکل ما همیشه باش داشتیم. به من بگید پس دوره دبستانم در جهت ایجاد ارتباط با همکلاسی ها مسئله داشتن از وقتی رفت مدرسه؟ درسته، ولی وقتی مثلا اون یه 7-8 تا دوستاش با اون دوستاش خوب بود، بازی میکرد، وقتی مثلا میگفتیم که اوکی دوست داره دوستای بیشتری داشته باشه، اصلا براش مهم بود نبود، میگفت نه من این 7-8 تا دوست دارم باشون خوبم راضیم اینا. منطق دوستایره دوستاش از این مقدار بیشتر نمیرفت، اون 7-8 تایی که داشت. آخه 7-8 تا که حتی 2-3 تاش هم کافیه، اون مثلا دوستان بیشتر نبوده. حالا بذارید ببینیم، پس باید برگردیم سراغ یه مسئله دیگه. تو خانواده پدری و مادری شما و پدری و مادری همسرتون بیماری روانی مثل وسواس، مثل گرفتاری های اعتیاد یا خودکشی یا اینا چی بوده؟ وسواس که نداشتی، ولی من به این یا من این شخصیت های شما رو که گوش میدادم، من فکر میکنم خود این بچه هم همینطور یه جور شخصیت وسواسی مجبور داریم هر دوتامون. من خودم استرس و استراب خیلی دارم که قرصای برای استراب و استرس هم استفاده میکنم، هم مامان من هم مثلا عمه های بچه اینا مثلا افسردگی رو دارن که دارو استفاده میکنن. ولی خب چیز دیگه‌ای که خیلی آشکار باشه من نمیدونم. نه
اوکی، به من بفرمایید که ظاهر دخترتون، جسش، قدش، وزنش، رنگ پوستش، رنگ موش چیز غیر عادیه یا یه ایرانیه فقط توی یک کشور اسکاندیناوی؟ نه، چیز غیر عادی نیست، ایرانیه تو کشور اسکاندیناوی، ولی خودش میگه که من دوست داشتم بلوند میبودم با چشمای آبی، ولی خب چشماش قهوه‌ای روشنه، موهاش قهوه‌ایه، یعنی کاملا دختر خوشگل و خوشهیکلیه. چیز مشکل ولی اینو قبول نداره که در فرهنگ و جامعه ایران این گونه است، ولی برای یک کشور اسکاندیناوی که اونا یه چند سانتی متر همه از ما بلندترند و درشترند و سفیدند و بلندند و موهای صافی دارند و اینا، اونا رو متوجه نیست که خب این تفاوت از اونجا میاد. حالا بگذاریم، ببینید عزیز، چرا متوجه هست ولی اینجور دوست داره، دوست داره که اینجوری میبود، میگه خب که نداره، من اینجوری بودم دوستای بیشتری داشت. خب شما به من بفرمایید کی فکر میکنه کی در جهان که فکر کنه اگر خوشگلتر نبود دوستای بیشتری یا به هر حال بهتر بود؟ اون که یه واقعیت، فقط ببینید فاصله و شدتش مهمه، و بعدم اونقدر اینکه اگر بودم مهم نیست، اینکه الان که هستم چقدر منو آزار میده و اذیت میکنه. چون اونجا ببینید علائمی که نشون میدید بیش از اونه، یعنی این علائم علائم روان پریشی و سایکاتیکه. این داستان در حقیقت یه مقدار آسیب زدن به خودش و یا مسئله زنده بودن و نبودن جدی است، و شما اصلا صبر نکنید تا وارد اون پروسه های عادی رفتاری بشید. شما احتیاج به یه سایکیاتریست، روانپزشک و حتما دارو داره، یعنی اون رو اگرم از طریق بیمتون مسئله هست میانبر بزنید، از طریق شخصی اون رو انجام بدید. و البته خب چون فرزند شما اونجا متولد شده و بزرگ شده، مشکل زبان هم نداره، برای این هر کجایی که هستید یه روانپزشک رو هر چه زودتر، برای که متاسفانه اینا اگر سنگین و عمیق بشه مشکلات بیشتری پیدا میکنه، بعدم میتونه اتفاقات بدی بیفته. ولی موضوع جدیتره از مسئله رفتاری و شخصیتی و اینا. مسئله مثل اینمونه که مشکل من، مشکل فرض کنید که آفتاب خورده بدنم رنگش عوض شده یا یه خراشی هست، نه، استخون من شکسته و شما اونجایید عزیز. و به همجاز که جدی به زمنانم نه پاسخ میدم به پست، زمنانم یه ذره خانواده رو چک کنید، ببینید زمینه هایی مثل بیماری های سنگین مثل اسکیزوفرنینا بوده یا نه، چون این علائم اونم میتونه باشه. من دو تا مطلب دوست دارم به شما بگم قبل از اینکه ادامه بدیم. اول موضوعی که این حالتش از وقتی که عادت ماهانه‌اش حدود 10 ماه پیش شروع شده، قشنگ قبل از 10 روز قبل از که عادت ماهانه داشته باشه، اون هورموناش خیلی بالا میره، یعنی خیلی این حالت زیاد میشه، عصبی میشه به طوری که اصلا نمیشه باش حرف زد و هیچ کار نمیشه کرد. وقتی که اون عادت ماهانه میشه دوباره حالت نرمال پیدا میکنیم، بچه آروم میشه. این مورد اول که من با دکترش که صحبت کردم، الان این ماه واسه اولین ماهیه که دکتر شروع کرد یه سری قرصای هورمونی بهش دادن که اون هورمونای بدنش رو تنظیم کنه، که ببینیم که آیا تفاوتی توی رفتارش پیدا میکنه یا نه. گفت که 3 ماه امتحان میکنیم که ببینیم چطوره. مطلب دوم هم این که مشکلی که من دارم، الان هفته آینده من براش وقت روانپزشک بچه رو دارم، ولی مشکل اینه که این بچه با کسانی که نمیشناسه صحبت نمیکنه. نه، اونا روانشناس یا روانپزشک از اختش برمیاد. بس خب ببینید، خدا اینا علامت بدیه، چون اولا ای بسا زمینه آتیزم داره در خودماندگی، برای که میتونست از قبل باشه. روانپزشک اگر به هر حال معمولا بخواد میتونه از او بپرسه و جواب بده. اینکه برگرده در مقابل یه سوال آدم بزرگسالی چه زن یا این مرد چی نگه، که خب این مسئله فقط دوست نداشتن و نخواستن نیست عزیز، این بیش از اونه. و بنابراین من فکر بکنم روان پزشکش بعدا یک کمی تصمیمات جدیتری میگیره اگر حاضر نباشه به هیچ سؤال او جواب بده. بله، اگر لازم شد شما میتونید یا پدرش اونجا باشید و اگر پرسشی هست رو جواب بدید، چون آدم صلاحتون اینه که اگر بتونید قبلا یه جلسه با روان پزشک بگذارید، شما و همسرتون برید همه اطلاعات لازم رو، مثل کمی رو که من دادید ولی خیلی بیشتر رو، با اون درمیون بگذارید که او بدونه با کی طرفه و چه باید بکنه. به هر حال ما احتیاج به تشخیص داریم. مواردی بوده من خودم با
مخصوصا حالا بزرگ سال کمتر، ولی جوانایی که ممکن بود جلسه اول دوم یا حرفی نزنن یا کم حرف بزنن، ولی به هر حال وقتی پدر مادر راجع بهشون حرف زدن، اونها هم به دلیل برخی از اوقات اعتراضشون گفتگو رو کردن، از اون گذشته. خیلی از اوقات اصلا احتیاجی نیست، یعنی شما اگر همه اطلاعات مربوط به دخترتون رو بدید، برخی از اوقات با احتمال 80-90% میشه تشخیص داد مشکل چیه، در حالی که خودش حرف میزد این 80-90% میتونست به نزدیک 100% برسه. دوم، دکتر ممکنه بگه بر اساس اینا اون حد اقل که فکر میکنم مسئله و مشکل ماست رو داره، بنابراین دارو رو بده. به همین جهت است که یه مقدار کمک رو میخواد. خاطرتون باشه عزیز، من یه لغت تندی رو به کار بردم، یعنی سایکاتیک و روان پریشی. مشخصه این آدم این است که نمیخوان برن دکتر، نمیخوان حرف بزنن، نمیخوان دارو استفاده کنن، و متاسفانه به میزانی که آدم ها حاضر نیستن برن دکتر، نمیخوان حرف بزنن، نمیخوان دارو مصرف کنن، نشانه بیشتر بیماری است. به همجاست که من میتونم بگم صدها نفر رو دیدم یا درباره شون پدر مادر صحبت کردم که ابدا نمیخواستن و حاضر نبودن همکاری کنن، ولی خب این عمق گرفتاری رو بیشتر نشون میده. ولی خب این با گذشت زمان به تدریج میشه کاری کرد. حتی برخی از اوقات، نه اینکه بگم هم فقط شما رو یه مقدار آماده کنم، ممکن اصلا توصیه کنم ما یه هفته او رو تو بیمارستان بستری میکنیم. این کار جنبه بد و منفی داره حتما، ولی برخی از اوقات مقایسه هم هست. این که متاسفم که باید بگم خودتون آماده کنید برای اینکه شاید مسئله ای باشه، و بعدم تنها به امید مسیر عادی و یا بیمه عمومیتون نباشید، از بهترین دکتر یا متخصص یا هر جایی هستید محیط دانشگاهی استفاده کنید که خاطرتون آسوده باشه یه تیمی دخترتون رو ارزیابی میکنن، هم از این که حرف بزنه یا نزنه، برای اینکه به هر حال اونا راه و روش هایی دارن که بتونن یه اطلاعاتی رو بگیرن، یا تو از طریق مشاهده او برای خوردن غذا یا خوابیدنش یا تماشای تلویزیونش یا واکنشاش به یه فیلم، خیلی چیزها رو میشه فهمید. ولی به هر حال لطفا دنبالش رو بگیرید که خاطرتون آسوده باشه به تشخیص رسیدید، تشخیص یا دیاگنوزی مشخص وجود داشته باشه و بعدش عمل کنید. امید من این است که موضوع جدی نباشه و خیلی زود بتونید دخترتون رو به شرایط عادی خوب خودش برگرد. ممنون، مرسی. فقط برای اطلاع بگم که من اولین، یعنی یک نوبت 2 ساعت و نیم همون روانشناس داد، اول که به من و پدرش که بریم اونجا صحبت کنیم و بعد خود بچه رو میخواد ببینه بسیار و با بچه صحبت کنه. بسیار عالی. فقط سوال من اینه که شما فکر میکنید بتونه این افسردگی باشه، افسردگی دوره نوجوانی؟ چون الان دوره نوجوانی شد. آخه کات کرده رو بیش از اون هستم. ببینید ما یه دیپریشن داریم، افسردگی، یه دیپریشن بی سایکاتیک مود داریم، یعنی شما حالا وارد حوزه و حریم بیش از افسردگی شدید، چون افسردگی یه مرحله است، ولی افسردگی میتونه با خودش ایلوژن داشته باشه، دیلوژن داشته باشه، هالوسینیشن داشته باشه، یعنی وهم داشته باشه، فکر باطل داشته باشه و یا هذیان داشته باشه. نه، بیش از اون عزیز، برای اینکه از 10 تا جوان یا بزرگ سالی که افسرده میشن، 9 تاشون بدن خودشون رو با تیغ یا چاقو قطع نمیکنن، قطع نمیکنن، از 10 تا 9 تاشون. بنابراین یک کمی اون غیر عادی است. اینکه مرتبطش میکنید به موضوع پریودش و بلوغش، اونم کاملا مسئله تغییرات هورمونی نقش مهمی داره. ولی فقط فرض بفرمایید مثل این میمونه که شما داشتید یه آبی رو میجوشاندید، یه دفعه به یه دلیل نصف رو برداشتن، خب زودتر به جوش میاد دیگر، آب کمتری درش هست. یعنی هر کدوم از اینا 5% 10% اوضاع رو به هم ریختند و خراب کردن، و این گرفتاری است که متاسفانه ماها به خاطر آنچه که هستیم و تفاوتی که آشکار داریم برای بچه‌هایی که مایلند مانند دیگران باشند و در مانندگردی مانند دیگران نوع بهترش هم باشند، همیشه مسئله بوده و هست. از این گرفتاری متأسفانه مهاجرت ما به جاهایی است که سرزمین ما نیست. الان من دکتر رو که اوکی هست، اینو من دنبالش بگیرم تا یک به قول معروف دیاگنوز به ما داده بشه که چی هست، ولی الان در این حال
همزمان با این من به عنوان یک مادر به عنوان یک والد مواظبش کار زیادی نمیکنید، مواظبش خواهید بود، هر چی بخواد فشاری بهش نمیارید، اون قطعا کاری به کارش ندارید، چیزایی که احتیاج داره یا میخواد رو در اختیارش میگذارید که بی خودی برخورد و درگیری و مشکلی پیدا نشه. هر کاری هم که در مسیر است که شما فکر کنید خوبه، مثلا اگه تشویقش کنید شاید به این تولدم بره، اگه تشویقش کنید ممکنه با این دوتا دوست سینما هم بره، همه اون کارا رو هم نه اینکه بهش فشار بیارید، زمینایی رو فراهم کنید که کاری که فکر میکنید خوبه انجام بده رو انجام بده، ولی بیش از اون نه اونقدر نقشی ندارید عزیز. ما با مشکل جدی رو براست میست که من یه مشکل قلبی داشته باشم، حالا شما اندازه مهربون باشید و مواظب غذای من باشید و بقیه آرامش من حتما کمک میکنه، ولی اونا 2% 98% مسئله قلب منه و مسائل اونه، اینه که اونا کار خودتونم از خودتون و بعدم فکر این که من کجا اشتباه کردیم و نکردیم اونام نری، چون اون کمکتون نمیکنه. موضوع الان بحث چرایی و علت نیست، مسئله چه و چگونه موضوع ماست که الان چه خبره و چه کار میشه براش کرد. به هر حال امیدوارم چیزی نباشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت